آیا نوعی جوهر اولیه وجود دارد که همه چیز از آن ساخته شده است؟ آیا آب می تواند شراب شود؟ چگونه ممکن است از خاک و آب قورباغه زنده به وجود آید؟ ببین سر، این سوالاتی بود که بعد جلسه قبلی برای آماده سازی این جلسه رو فیسبوک گذاشتن. خب چی شد؟ هیچی، کامنت جالبی درش گذاشتن. مثلا چی؟ مثلا یکی نوشته یک نوع جوهر اولیه دیگه چیه بابا؟ سوالات خیلی عتیقه است. الان دارن توی سن تئوری انیشن هم زیر سوال میبرن. مگه از مهبان خبر نداری؟ فکر می‌کنم خیلی جرأت می‌خواست که این سوالات به عنوان سوالات جلسه رو سایتت بذاری. حالا اینه که گوش کن. این دوستمون نوشته اگر می‌خوای آزمایش کنی که آب به چی دیگه تبدیل میشه یا نه، بهت پیشنهاد می‌کنم بذار آب کمی تو منبع بمونه. بعد برو شیر باغشتو باز کن ببین ازش دوغ در میاد سودا. اگر نتیجه مثبت بود به ما هم خبر بده. خب فکر می‌کنم به نظر میاد سوالاتی گذاشتی ذهن‌ها رو بیش از حد آماده کرده. تازه اینه که بعد نخوندم نوشته به نظر بنده قورباغه میتونه از مواد داخل آب و خاک به تخم قورباغه تبدیل شده باشن. اگر اینطور بود باید هر گلدون یک قورباغه بیرون میپرید. خب فکر می‌کنم اگه هدفت از طرح این سوالات ایجاد ابهام تو ذهن‌ها در رابطه با موضوع جلسه‌مون بود به هدف رسیدی، ولی فکر می‌کنم بهتر الان بریم جلسه رو شروع کنیم تا به این ابهامات هم پایان بدیم. باشه، موافقم. دوستان بازم سلام، اجازه بدین که قبل از شروع سمینار تشکر کنم از همه کسانی که سوالات آماده سازی این جلسه رو خوندن و براش جواب هم نوشتن، چون همین سوالات و جوابهای مشابه اینا بود که نزدیک 2600 سال پیش منجر به پیدایش فلسفه در اندیشه بشر. جلسه امروزمون هم به همین موضوع اختصاص داره، یعنی چگونگی پیدایش اولین سوال و جوابهای فلسفی در اندیشه بشر. سوال و جواب هایی که از زمان یونان باستان شروع شده و تا به امروز ادامه داره. ابتدا این رو بدونید که هر فیلسوف در یک زمینه کنکاش میکرده. البته وقتی درباره فیلسوفان در طول تاریخ صحبت میکنیم یک موضوع تأسف‌بار هم هست که بهتر در ابتدا بهش اشاره داشته باشیم. اون همینه که وقتی ما فیلسوفان تاریخ رو بررسی میکنیم کمتر با یک زن فیلسوف روبرو میشیم. واقعیت اینه که بعد از دوران مادرسالاری و پیدایش دوران مردسالاری همیشه به زن به عنوان انسان درجه دوم نگاه می‌شده. این نگرش واپسگرایانه ضربات جبران‌ناپذیری از جمله به تاریخ اندیشه بشر وارد کرد، چرا که فلسفه رو از بسیاری دستاوردهای گرانبها محروم کرد. اما خبر خوب اینه که در عصر ما این اندیشه در حال دگرگونی. خب برگردیم به موضوع امروز، یعنی فیلسوفان طبیعی. باشه در جلسه گذشته برای بررسی تاریخ اندیشه بشر از دنیای اسطوره ها شروع کردیم، یعنی گفتیم تقریبا از 2600 سال پیش انسان با دیدن خیلی از پدیده های پیرامونش پرسش هایی به ذهنش خطور میکرد، اما چون نمیتونست پاسخی برای اونها پیدا بکنه اونا رو به اسطوره ها نسبت میکرد. اما پس از اینکه در یونان شهرهای بزرگی برپا شد مردم فرصت تبادل نظر پیدا کردند. برای همین پرسش‌های عمیق‌تری مطرح شد. اینجا بود که پرسش‌های فلسفی هم فوران کرد و دیگه اسطوره‌ها نمیتونستن مثل قبل ذهن انسان‌ها رو قانع بکنن. به خاطر همین بعد یکم بیشتر توی عمق پدیده‌ها رفتن. اونا همون اولین فیلسوف‌های تاریخ بودن. بعد اینجا بود که فلسفه هم متولد شد. خب حالا ببینیم که این اولین فیلسوفان تاریخ دنبال چه سوالاتی بودن و با علم و روزگار بشر به چه جواب‌هایی رسیدن. فلاسفه اولیه یونان فیلسوفان طبیعی نامیده می شوند، چون بیش از هر چیز در فکر جهان و رویدادهای طبیعی بودند. در برابر این پرسش که پدیده ها چگونه به وجود آمدند، امروز خیلی ها بر این باورند که باید چیزی از نیستی به وجود آمده باشد، اما یونانیان عقیده داشتند که پیوسته باید چیزی وجود داشته باشد. آنها در این فکر بودند که چگونه ماهی میتواند از آب پیدا شود، چگونه درختان و گلها از خاک بیجان میرویند و بالاخره چگونه یک مرغ تخم مرغی میگذارد. آنها میدیدند که طبیعت پیوسته در حال دگرگونی است، اما این دگرگونی چگونه روی میدهد. فیلسوفان اولیه عقیده داشتند
اصل کلیه تغییرها باید نوعی جوهر اولیه باشد، یعنی باید چیزی باشد که همه پدیده‌ها از آن به وجود بیایند و دیگر بار به آن بازگردند. فیلسوفان اولیه در پی رسیدن به رمز و راز تغییر در طبیعت بودند، چیزی که ما امروز به آن قوانین طبیعی می‌گوییم، قوانین فیزیک، شیمی، زیست شناسی و دانش‌های دیگر. دوستان، خواهش میکنم دقت کنید که الان برای ما پاسخ اون فیلسوفان مهم نیست، بلکه خود پرسشاشون مهمه. این راهی که ما میتونیم به کن اندیشه‌های اون زمان بشر و تکاملش دست پیدا کنیم. خب تا اینجا ما با یک پیشرفت در زمینه اندیشه بشر دست یافتیم. با توجه به گزارشی که الان دیدیم و صحبتی که قبلش شد، کسی میتونه حد بزنه که این پیشرفت چی بوده؟ بله شما؟ من فکر میکنم همین که اونا به این رسیدن که دیگه نباید پاسخ و رخدادهای طبیعی رو به اسطوره ها نسبت بدن، خودش پیشرفت بوده. بله، شما به پاسخ نزدیک شدید، اما هنوز یک گام تا پاسخ دقیق تر باقی مونده. خب اجازه بدید که این پاسخ دقیق تر یا این پیشرفت رو از زبان کسی که خودش نقشی اساسی در ایجاد اون داشته بشنویم. من ارسطو هستم. 2400 سال قبل از شما و 200 سال بعد از فیلسوفان اولیه زندگی میکرد. من روی تئوری های اونها کار کردم. به نظر من مهمترین پیشرفت در اون زمان این بود که اون فیلسوفان برای رسیدن به پاسخهاشون درباره رخدادهای جهان نه تنها دیگه پاسخ رو در اسطوره های خیالی جستجو نمیکردن، بلکه شروع به مطالعه طبیعت کردن. هر چی که شما درباره فیلسوفای قبل از من میدونید محصول تحقیقاتی است که من درباره اونها کردم، چون از خود اونها هیچ نوشته‌ای باقی نمونده و این من بودم که افکار اونها رو در نوشته هام جاودانه کردم. هرچند که ما هنوز قصد نداریم خود ارسطو و افکارش رو توی این نقطه بررسی بکنیم، اما مجبور بودیم اون رو اینجا وارد بکنیم، چون نوشته های ارسطو تنها منبع ما برای شناخت افکار اولین فیلسوفان تاریخ. بله، طبق این نوشته ها اون فیلسوفان نخستین قبل از هر چیز در پی پاسخ رخدادهای طبیعی بود و اینطوری بود که اونها پیشتاز پدیده‌ای شدن که بعدها علم نامیده شد. در یک کلام ما از نوشته ارسطو این رو می‌دونیم که فیلسوفان نخستین یونان روی دو مقوله متمرکز بودن، یکی تفکر در زمینه جوهر سازنده اولیه و دیگری دگرگونی های طبیعت. سه فیلسوف میلتوسی. اولین فیلسوفی که میشناسیم تالس است. او اهل میلتوس، یکی از مستعمرات یونان بود. تالس گمان میکرد همه چیز از آب پدید آمده است. او به مصر سفر کرده بود، شاید هنگام بازدید از رود نیل و دیدن رویدنی های بسیار در اطراف آن این فکر به ذهنش رسیده بود. احتمالاً وقتی هم باران باریده بود دیده بود چطور قورباغه ها پیدایشان می شود، پس گمان می کرد آب همان جوهر اولیه است. تالس یک جمله معروف داشت: همه چیز پر از خداست. فیلسوف دیگری هم بود از همان شهر میلتوس و تقریبا همزمان با تالس، آناکسیماندروس. آناکسیماندروس با نظر تالس موافق نبود که آب منشأ همه چیز است. او می گفت هزاران جهان وجود دارد که همه در فضای نایتناهی به وجود آمده‌اند. آناکسیماندروس معتقد بود که همه این جهان‌ها دیگر بار در همان فضای نایتناهی محو می‌شوند. اما معلوم است که این طور می‌پنداشت که همه چیز از نایتناهی، این فکر بسیار ناامیدکننده است. سومین فیلسوف اهل میلتوس آناکسیمنس نام داشت. این فیلسوف کمی بیشتر از 500 سال پیش از میلاد می‌زیست. آناکسیمنس گمان می‌کرد منشأ همه پدیده‌ها هوا یا بخار است. او حتی آب را هوای فشرده می‌دانست، پس گمان می‌کرد اگر آب را بیشتر بفشاریم تبدیل به خاک خواهد شد. آناکسیمنس آتش را هم هوای رقیق می‌دانست، پس او نتیجه گرفت هوا منشأ آب
خاک و آتش است. خب به نظر شما از حرفای این سه فیلسوف چه نتیجه میشه گرفت؟ آقا جان این سه فیلسوف که داشتن هر کدوم یه حرفی رو میزدن. بله، اما بچه مشترک هر سه فیلسوف میتوسی این بود که باور داشتن یک جوهر نخستین سازنده همه پدیده هاست و این خودش یک پیشرفت جدی بود. اما بعد هم یک پرسش دیگه به وجود اومد، اینکه چطور یک جوهر میتونه ناگهان تبدیل به پدیده دیگه بشه. اینجا بود که دومی مسئله فلسفی جا شد، مسئله تغییر. در این نقطه چشم انسان به پدیده تغییر در دنیا داشت کم کم باز میشد، ولی انسان هنوز از فهم علت تغییرات عاجز بود. اینجا بود که 500 سال پیش از میلاد گروهی فیلسوف شیفته نظریه تغییر شدند. مهمترین آنها پارمنیدس نام داشت. او باور داشت هر پدیده‌ای پیوسته وجود داشته است. پارمنیدس گامی دیگر هم به جلو نهاد. او گفت تغییر به مفهوم واقعی امکان پذیر نیست. هیچ چیز نمیتواند جز آنچه هست بشود. پارمنیدس البته تغییر یافتن پدیده‌ها را با حواس خود درک می‌کرد، اما نمی‌توانست آنها را با آنچه که عقلش می‌گفت همخوان کند. او بین محسوسات و عقل جانب عقل را گرفت. این ایمان خلل ناپذیر به عقل آدمی را خردگرایی می‌نامند. خردگراها منشأ شناخت همه پدیده‌ها را عقل بشر می‌دانستند. اما پارمنیدس یک رقیب جدی داشت، هراکلیتوس. هراکلیتوس می گفت همه چیز روان است، یعنی همه چیز در تغییر است. معروف‌ترین مثال برای این طرز تفکر همون مثال شنا کردن در آب رودخانه است. بله، طبق این تغییر هیچ کس نمیتونه توی یک رودخونه دوبار شنا کنه، چون از اونجایی که همه چیز همواره در حال تغییره، دفعه دوم که وارد اون آب بشی دیگه نه آب رودخونه همون آب قبلیه و نه تو اون نفر قبلی هستی، چون تو این مدت از پدیده‌های پیرامونه تأثیر گرفتی، حتی اگر ندونی که اون تأثیر اصلا چی بوده. هراکلیتوس بعد از این نظریه یکم عمیق‌تر شد و به این فکر کرد که حالا منشأ این تغییرات در جهان چیه. اون به یک نتیجه رسید. هراکلیتوس گفت که منشأ تغییرات در جهان پدیده ازداد. هراکلیتوس برای اثبات این طور ساده می آورد، مثلا می گفت اگر هیچگاه شما بیمار نشین، هیچ وقت نمیتونید بفهمید که تندرستی چیه. اگر هیچ وقت گرسنه نشین، از سیر شدن لذت نمیبرید. اگر هیچ زشتی توی جهان نبود، دیگه زیبایی معنایی پیدا نمیکرد. یعنی میگفت بدون تأثیر متقابل و پیاپی این ازداد، جهان ما نابود میشد. طبق نظریه اون، خدا یعنی منشأ همه این تغییرات، همون تابستون و زمستون، همون سیری و گرسنگی، همون روز و شب. خب، حالا نظرتون چیه؟ بله شما. خب به نظر من هراکلیتوس حرفای جالبی زده، اما در نهایت از این تئوری چه نتیجه‌ای گرفت؟ هراکلیتوس نتیجه گرفت که حتما نوعی عقل کل وجود داره که اون چی که در طبیعت فرو میره رو هدایت میکنه. اما در پاسخ به اینکه این عقل کل چیه، هراکلیتوس آتش رو اصل و مبدا همه چیز میخونه و اون رو نماد کامل تبدل و بیقراری میدونه. خب اگه بخوایم همه نظریات هراکلیتوس رو کنار هم بذاریم، اون به چند نتیجه گیری مهم رسیده بود. اول اینکه همه چیز در حال تغییره. دوم اینکه علت تغییرات تضاد پدیده هاست. سوم اینکه یک عقل کلی این تغییرات رو هدایت میکنه. و چهارم اینکه آتش اصل و مبدا همه این تغییرات. من سوال دارم. بفرمایید. ببین من مقداری گیج شدم. خب الان ما چه نتیجه از این بحث میخوایم بگیریم؟ ببین دوست من، ما هنوز نتیجه نمیخوایم بگیریم. اینه که بگیریم که هراکلیتوس تو اون زمان گرفته، ولی اگر بخوای بدونی که ما الان کجای بحث هستیم، خوب بگیم که ما اینجا داریم سیر تکامل اندیشه بشر رو توی تاریخ دنبال میکنیم و گفتیم که در آغاز تعدادی از اولین فیلسوفان بودن که برای درک واقعیت ها سراغ طبیعت میرفتن. اونا اصل رو بر عقل انسان میداشتن، فیلسوفانی که به اونها خردگرا میگفتیم. حالا فلاسفه مقابل خردگراها کسانی مثل هراکلیتوس هستن، کسانی که میگن نه، اصل بر عقل بشر نیست، بلکه یک عقل کلی خارج از بشر وجود داره که باعث تغییر و حرکت این دنیا هست. خب به نظر میرسه که برای امروز زیاد کافی باشه و موضوع بعدی رو، یعنی راه حل مشکل جوهر اولیه و دیگرگون طبیعت رو دیگه بزنیم برای جلسه بعدی، که برای پاسخ دادن به این مسائل باید با فیلسوفای بعدی آشنا بشیم.